جناب خدا، اولین موضوعی که میخواییم این جلسه مورد بررسی قرار بدیم اینه که یکی از دروس کارشناس ارشد درسی است به نام مسئله ساخت پیشرفت. استاد اگه برق باشم باشم پس مرسی. یکی از کارشناس ارشد شما پیشه مدیریت ساخت خواهی داشت درستیست به نام مساله ساخت پیشرفت. چرا این مساله ساخت پیشرفت اینقدر مهمه؟ چون مساله ساخت خواهی داشتیم تو کارشناسی از نگاه کارتون هم چیز خاصی توش برداشت نکردیم. چرا ما توی ارشد بودم تو رشته مدیریت ساخت میخواییم شما مطابع ساخت پیشرفت هر هم چیز بدونیم؟ سوال سوال هم اینه که مطابع ساخت پیشرفت چه فرق با مطابع ساخت مانی سوم مسائل ساخت پیشرفت رو تمام دیگه به نسبت روز داره گیره شده دیگه یعنی روز دنیا مثلا فرض کنید که آخرین مطلبی که الان شما به چشم ذهنتون میرسه چی ها؟ ابلیکس ابلیکس مثلا دیگه باقی ابلیکس اون که از آجاری این هم سیدی این ها نظره خارج یعنی اینا به عنوان مسائل ساخت پیشرفته ما در نظر نمیدیم. مسائلی که باعث بشه شما در یک پروژه عمرانی اونم توی بین الملل اگر پیمانکارتون شرکت کرد پروژه رو برنده بشه. یه بار دیگه پروژه رو به خاطر مصالح جدیدی که دارید مطرح میکنید برنده بشه. دنیا مثلا فرض کنید که الان ما همه تکنولوژی متد دارید داشتیم همه هم به حساب خیلی حرفه‌ای الان سوالی توی یک پروژه میخواییم برنده بتونیم کدوممون چی بتونی ارائه بدیم پروژه رو به ما میدن. یه باره دیگه چه بتونی بدیم پروژه رو به ما میدن فکرمون چه بتونی بدیم پروژه رو به ما میدن سب بتونیم این حرف رو داشتیم سب جرد از آنه سب تر و مقابلات بوشن چه مقابلاتی؟ اگر الان توی مثلا سبزوار مشهد کنه پروژه بتونی رو برنده بشیم عادتون متوقع هم که چه بتونی اجرا کنید؟ سرون میشه با با مساله جدیدی رو یک مساله دیگه چی؟ اونا باز جوده به اون مباحث الان دیگه چیز جدید میخوام به شما یک چیزی بگید جدید مثلا بگید تو سبزوار هم یک آیتم اینجوری داریم یک کلیگویی هم نمیخوام الان توی مشهد حدوداً سقف‌ها رو سقف پیش‌تنیده می‌دن. نگاهی که سقف رو پیش‌تنیده توی سبزوار یک دونه ساختمون اجرا شده. یک دونه. سقفش چیه؟ پیش‌تنیده. بتونی که تمام بتونی را می‌فروشن با عیار می‌فروشن با عیار 300 تا 350 400 این چیزی که بیرون می‌فروشن مقاومت چی نمی‌فروشن. اگر شما بگید من یه خونه می‌خوام بسازم یا یک پروژه‌ای رو براتون می‌سازم یا یک پلی رو براتون می‌سازم با مقاومت 60 مگاپاسکال این میشه مساله چی جدید. اگر بگید آقا من یک پلی می‌سازم براتون با نئوپرن انگار ارتش امریکا یک صفحات این برهای فلزیه سمون میدادن بین دو تا چی و کار که روش در میشه این میشه مساله جدید. مساله که وقتی که من اینجا توضیح میدم شما بگید که وجود داشته
این که بگه نه این که کاری این که پول بقال سرکشه ما هم این نه این اصلا قابل قبول مثلا یکی از مثال جدیدی که اینجا وجود داره سیمانه جدید ما سیمانی که چون 90 درصد پروژه همون استفاده میکنیم سیمانه 325 یعنی در بهترین حالت شما مقاومت 30 مگاپاسکال بزنید چند؟ خود تو میکشی میشه چه؟ همون سیمان اما الان سیمان تولید میشه با مقاومت 70 مگاپاسکال 80 مگاپاسکال برای فرودگاه میزنن 90 مگاپاسکال الان دنبال این هم که سیمان تولید کنن از مقاومت فولاد بیشتر مقاومت چی؟ فولاد این میشه سیمان چی؟ جدید من میخوام آخرین دستاوردهای سیمان دنیا چی هست؟ ما یک درک بودیم توی رشته کارشناسی اتوده مدیریت ساخت افتاده به نام دسته‌بندی سیمان ها در کشورهای مختلف کجا؟ کشورهای مختلف اومده مال هند رو گفته، ژاپن رو گفته، اروپا رو گفته، استرالیا رو گفته، امریکا رو گفته این مهمه که سیمان تو کشورهای مختلف اگر تنوع تولید بره بالا چی شد؟ تنوع تولید بره بالا تنوع بالا مصرف هم میره چی؟ بالا اگر سیمان تولید بشه اما موردی که توی جامعه ما داره اینه که سیمان با کیفیت پایین و سیمان با کیفیت خیلی بالا یه قیمت شما اصلا نمیدونم فرقش چیه اگر شما بگن آقا سیمان 325 مثلا فکر کردی 100 هزار تومن 425 130 هزار تومن 525 150 هزار تومن 625 200 هزار تومن نمیدونم 725 250 هزار تومن 825 300 هزار تومن این سبب میشه که در همون میزان از میگرد مصرفیتون خواهد بشه این میشه یک تفکر مدیریتی اگه دقت کنید من اولین چیزی که گفتم سوال دادم این که آقا اهم مطالبی که من قرار حرف دیدم چی؟ دوستان گفتم چه از این پیدا پیدا کنید؟ آره باید گفت چه از من شکایی که پیدا کنید؟ آره در درده اگه مثلا مدیریتی بخوایی نگاه کنید این راه کار داره شما سریع که بین آقا سرفصل درک اصول مدیریت ساخت درک ایران نه در دانشگاه ما همه دوستتون سرفصل وزارت خونه داریم که در تمام دانشگاه باید تکسان تدریس بشیم درست شد؟ منم اینو طبق سرفصل وزارت خونه گذاشتم این درس هم یکی از دروسی چیه؟ ارشده سرفصل این مبحث اولتون هم دقیقا چیه؟ سرفصل بدارد یعنی توی ارشد اگر بدید و درس مسائل ساخت پیشرفتی داشته باشین این موارد رو باید چیکار کنید؟ باید من از شما توقع هم اینه مثلا برای هفته باید شایی برشون تقیقه این سوال بگیرم بگم که شما سیمانه این که وجود داره و جدیده ولی جدید کسی تا حالا به گوشش نخورده باشه الان من ناکی معلوم میام میدونم من 90 درصد پایان نمایی که انجام میدم چند درصد؟ 90 درصد اصلا ناخودآگاه جدیده بس هم وقتی میبرم اینجا میگم چیش جدیده یعنی اصلا نمیدونم من کجاش جدیده وقتی که میگم سیمان 325 یا خواهد سیمان دیگه داریم یا خواهد 425 یا خواهد همین دیگه داریم یا 525 یا همین دیگه داریم یا دارم دوام فرق میکنم
ما برای اینکه الان خیلی از پروژه هامون از سیمان 325 مواد افزودنی بزنیم، نیتروسیلیس بزنیم، نانوسیلیس بزنیم تا بشه 525، میتونید دو برابر قیمت و اون هزینه برداره؟ چقدر؟ دو برابر قیمت. یعنی که ما رو کارخونه داریم تولید میکنه با همون قیمت. اگر شما بخواید از سیمان 325 خواص 625 رو به دست بیارید، یا آلمان باید هزینه کنید. مثلا ما الان جواب چی؟ اصلا 625 ببینید چی تولید میشه. پس مصالح جدید تو سیمان میشه مصالحی که کاربردی باشه و به چه شکمه این دقیقا سیب نیوتون بود دیگه درسته میگم یا نه؟ افتاد همه سیب خب میفته. حالا یکی با این زاویه دیده دیگه ای نگاه، شما اگر این زاویه رو توی سیستم مدیریتتون پیاده کنید همه پروژه ها رو برمی کنید، همه پروژه ها به شرط این وقت که میرید اونجا یه چیز جدیدی داشته باشید، یک کاربرد جدید. مثلا فخ رو میگم مثلا فخ رو جمعی فخ کوبی هست، یا بتون براتون میزنیم، بتون خونه میزنیم با خونه میزنیم تریدی تریدی پرینتی. الان اگه مثلا بگید آقا مثلا ما توی فرق مثلا توی آنجا سلطه با یه خونه تریدی پرینتینگ بزنیم، آیا جدید حساب میشه یا نه؟ آیا شما تا حالا دیدید؟ شنیدی؟ اگر بگن آقا عدم هر خونه بزنن توی شهر با تریدی پرینتینگ، هر خونه رو مثلا فرق بگیم پنج ساعته میزنن، چه احساسی داره؟ اگر بگن آقا خونه براتون میزنن یه هفته ای یه طبقه بگن که ایران ما خونه میزنه سوار 18 تخت میتونید جا به جاش کنید، آیا میرید ببینید؟ باید مسئله جدید یعنی اینجوریه. قسمت بعدی انواع پلیمرا. بذارید من بس حدودای 6 آینه وجود داره که به تعبیر ما میخواییم که شما مثلا در هفته آینده آرش حتی خیلی دو خطی بتونیم چی؟ توضیح بر من بدیم. مثلا اگه گفتم آقا قطعات پیشتاخته چی؟ بگید که آقا قطعات پیشتاخته این یعنی اشکال وجود داره، این مدل وجود داره، خونه میشه بایش سر و قسمت های دیده تحافرش مشکلات خاص خودش رو داره، بعد منابع تعمیری چیه، کجای استفاده میشه و چه موادی لازمه. فهم شما چون قسمت های منابع تعمیری الان بسیاری از فروتگاه های ما منابع تعمیری میکنه، ما الان خیلی از جاهامون اگه توی منابع تعمیری عربون پیدا کنیم توی خیلی چه جایی رو خراب کنیم دو مرتبه بسازیم تعمیرشون کنیم. حدودا فکر کنم 12-13 تا آیتمه. من میخوام برای هر گروهش به چهار خطی شما چی؟ اطلاعات داشته باشید. کل موضوع هم حدودا 100 تا اسلاید، اما این 100 تا اسلاید برای این درس من نمیخوام شما کل 100 تا اسلاید از بر باشید، نه. اگر قرار بود ارشد باشید آره میخواستم که شما همه شو به دیتیل بگید، اما نه اینجا فقط یک کلیاتی بدونید که یکی از مباحث خیلی مهم تو مدیریت ساز مساله جدیده، یعنی اونی که مساله جدید میدونه احتمالی که توی منافسات برنده بشه خیلی بیشتر. همه دنبال چیزای جدید هم. خب در ادامه مباحث بودم دو تا شیش داشتیم، آره هفتمی
چه مواد افزودنی جدید. یعنی اینکه اگر میکرو سیریز اومده، نانو سیریز چیه؟ بعد از نانو سیریز و میکرو سیریز با چه درفت با هم ترکیب میشن؟ بعد از مواد افزودنی ها نانوی را اشاره کرد. دومیش اینه که این مساله جدید برای هر اقلیم کارساز نیست. برای اقلیم های مختلف بتونید مساله جدید بدید. دهمی اینه که اگر مساله جدید ارائه کردیم طوری نباشه که بالا داده باشه، طوری نباشه که مواد اولیه‌اش محدودیت داشته باشیم، اونقدر باشه که بتونید یک توسعه پایدار توش داشته باشیم. نمیشه مثلا به یک عالم تجهیزات و فارمول و اینا بگید که این مواد ماده جایی رو تولید کنید در 24 ساعت کردن دیگه قابل توسعه نباشه. یکی بعدیش اینه که حالا که اومدی قرارشو که تولید کنی با روش‌های مختلف میان تولید میکنی، آخرین روش جدیدی که تو دنیا وجود داره رو سعی تولید کردی. بعد آخر اینه که ماده جدید رو شناخت کنید، اومدی روش‌های توسعه پایدارش هم در آوردی، بعد روش‌های جدید تولیدش هم در آوردی. باید بتونید خوب اینو از لحاظ سیستمی مدیریتش کنید. مدیریت که این من منوار که چطوری پول بیاد، چطوری خارج بشه، چه سرمایه میخواد، آیا بازگشت سرمایهش توجیه داره، آیا شامل حال تورم میشه، اگر با تورم روبرو شدید چه اتفاقی میفته، آیا کارمونه میخواهد. اینها مواردیه که ما توی اولین آیتم در تو مسائل ساخت پیشرفته تو کارشناسی ارشد از بچه ها توقع شدیده که فرق من توی ارشد توقع میدید برای هر کدوم از این آیتم ها یک صفحه یاد بگیرم. از شما چقدر توقع دارم؟ با تیمون ده. خب و حدودن بدونید چیه؟ اگر یکی ازتون پرسید رفتیم یک کلسای کلاس اصول مدیریت کنم چی شد آخرش؟ بتونید بگید آقا این درس مدیریت کنم اصول مدیریت کنم خودش از نه تا ریفرق تشکیل شد. هر کدوم از این آیتم ها هم یکی از درس‌های خیلی مهم ارشد چیه؟ مدیریت کنم. و باید بدونید که اگر یک زمانی خواستیم بریم چیستم همش باید بگیرد دوستان ما به چند نفر جون الان اعتبارات رو ارشد به این مدیریت کنم؟ چرا؟ من چون تو از این رشته هم مطلبه میتونیم درست پیشنه رو برداشتم ولی ارشد رو میگیرم با قبول شدیم؟ فقط برای پیشنه رو برداشتیم؟ نه بله کرد کارشناسی کجا بودیم؟ بعد الان جا ساکت شدی یا ویدیو بیا؟ نه بگاه رو سرون جسد تو برم پیشتیار بهت بگم کنم چه درسه این تیم داری؟ روش های ایشان خب بیا با این تیم به شما یک پروژه بدید درمانده ای که کارت درده. ما دنبال اینیم که خب از این مثال ساخت پیشرفته نداریم هم دیگه که پس از من توقع داریم که اون چند تا درس گفته چهار تا سه تا توقع داریم که پس اون سه تا درس دیگر رو دیگه درس بدم دیگه نه با چیزی که گفتم شما این شما حال میشه دیگه من دقیقا همه درس به ارشد رو چکار میکنم اینجا تمام نقطه اصلیشون رو اینجا ارائه میدم و شاید این جزوه ها در دیگه جای ایران وجود نداره چون وجود نداره و یک جزوه ای هم ما با دوستان به تفاهم رسیدیم که انگار امتحان از اون جزوه باشه درسته؟ همچنین
همچنان میتونم همون جزوه باشه، اما چون ایران نمیدونم اون جزوه چیه، خیلی نمیخوام اون رو بگم. برای اون اگه که وقت داری، به نظر من خیلی برای من دیدم کنونه این کار رو میتونم برای تو پروژه تعریف کنم. و توی دو هفته، یعنی توی دو هفته هایده کام تمام باشیم. بعد چه اگه پروژه تعریف، نمیم. یکی از دو سه تعدامه شوی از همین درد، پروژه شد ساخت خونه پیش ساخته بتونی تاشو. حالا آکوستیک گرفتن که با آکوستیک بسازن. بعد با آکوستیک بسازن میخواد بتونیش بسازن. اینا یک گروه هم یک گروه دیگه هم کسر هم اول رفتن دارن فونداسیون میخواد بریزن. اما ماکتش میگید یک خونه یک متر در یک متر هم تبایدش هم میخواد. خب بریم تا ببینیم. اون آیتم اولیه این بار از اون استیمانه رو قرار بگیم. یکی از استیمانه استیمانه مخلوطه. استیمانه مخلوط خیلی شاید کاربرد تنفی بالا نباشه. یعنی داده مقاومتی خیلی بالا نیست. فقط کاربردش بیشتر اینه که توی مصرف انرژی سطح جویی میکنه. برای کارهای روزمره روتین خیلی نیاز نیست ما انرژی مصرف کنیم که مادهای خام رو به بهترین کیفیت برسونیم. بخواهی مقامت خیلی بالایی در ازش خروجی بگیریم. وقتی که انرژی اون رو بیاریم پایین، قیمت تولید اون رو بیار چی؟ پایین. قیمت تولید بیار پایین، بعد شما راحت بزن فرقی وقتی اختلاف قیمت ایجاد کنید، بیشتر راحت هم میدید بفروشید. مثلا وقتی استیمانی که بزنم که بزنم پاکتی 200 تومنه، اگر 50 تومن بگیم، فردا صبح هیچیش نمیدید. به شرط اینکه فقط بدونید که اون جایی که میتونن استفاده کنن خیلی ابزار مقاومتی مد نظرشون نباشه. بعد نکته‌ای که وجود داره هر چی تنوع تولید بره بالاتر ما خیلی میتونیم توی قیمت‌هامون تنوع ایجاد کنیم. اون تنوع قیمتی میتونه خیلی بازار فروش رو جا به جا کنه. سیستم بعدی شما که گفت اگر از دایاد قسمت های دیگه استفاده کنیم، ما الان توی سنگاپور روز داشتم فکر کنم نگاه میکردم سنگاپور رو بچه ها هر روز شیر میگه پاکت شیر این همین پاکت کاغذی خوده کلا میگه که پروژه تعریف کرده که با کاغذ با پاکت شیر چطوری تو بتون استفاده کنن و به طور اینکه تولید میکردن چقدر ادوات تنوع رنگی و اینا بسیار دلنشین بود با مدل مختلفش. یکی از دایاد دیگه توی یکی از کشوری دیدم که با لباس هایی که از خارج میشه اومده بود لباس ها رو با بتون مخلوط کرد بود و دیوارهای پنل داخلی تولید کرد. بسیار رنگ‌های متنوع شاد. اصلا این واقعا وقتی میدوانگی بخواهی لذت خاص بود. این ها که هم فقط غایات که ایسا بوده شدن فرد بیمان کارخونه های آجو و هم تا حقی اینجا خودی استایلونا، غایات اونا باز بود. وقتی بیاین به تنوع سیمان هم میدیم باعث میشه که سودو تولیدی هم چی میشه؟ کمتر بشه. سودای تولیدی برای اینه میره بالا که شما خواهید یک سیمان خاص با یک کاربرد خاص بکنید. وقتی سیماناتون خیلی تقریبا 90 درصد جاها کیفیت خیلی نمیخوان به راحتی میتونید از این استفاده کنید. مثلا شما گفتم برای پارچه اینا شیر گفتید با تنوال این شیر بالا ولی اکثر مثلا دو تا که مثلا میشه مثلا تو ساخته رو با اکثرش میگه زیر این کار داره تو میتونه چرا ما مثلا ما به چون چرا میبینیم چه زیده کار؟ چون من بیش بده میبینم اینجور که بسیاری کنم آره ناکن ما اول اصلا جامعه چطوری پیش میرم؟ پیش میره جامعه اول دکمهی داره میره برش پیرم درست میکنم
ما علتی که میریم به تو رو هنگ میبریم زیر کار به خود یکی لذتی برمی نره یک رنگ خیلی سیاه اما چند وقتی سیاه‌تر هم میشه شسته هم نمیشه دل آدم هم میگیره ما الان مثلا ما شاید خیلی از جوانان رو فقط اون آجوان میکنیم بعد آجوان رو میگنیم دو چکار میکنیم گچ میکنیم گچ میکنیم بعد خاک گچ میکنیم بعد گچ سفید میکنیم بعد رنگ میزنیم تا سیگلی میکنیم حالا فقط همون آجوانه یک دیوار پیش تاخته کامل باشه که خوش رنگ هم باشه آیا شما بیده همین کار رو شما پیده میکنیم؟ فرق مثلا همون دیواره مثلا دیوار نماد باشه سیاه هم نشه خوش رنگ هم باشه میری با سنگ میری روش سنگ میکنیم یکی به طوری تولید کردم یک شرکتی به نام لایت راکان خیلی سخت تولید میشه البته من مثلا به ایران اینا رو توی فکر کنم افتاین من خود اصلا به میمانی داشته ما از سخت بتون رو اینو تولید کردم کارش اینه که شما این بر دیوار وامیستی اون بر دیوار سایت میده میشه حالا میری اینو نماش میکنی، نمای سنگیش میکنی، یک کچش میکنی مثلا لذتی این به تو بگیده که اون بالش در میشه دیده میشه فرق میکنم این نوع بتونه رو بده تو محیط های توریستی بده مثلا ما الان خیلی در مناطق خرید این رو که بحانه تفریحش میدن در مناطق خرید یعنی میدن اول اونجای تفریح میکنن، اما خود خریدی هم میکنن یا الان مثلا فرض کنم این چیزای سرپوشیده اسنپ و این چیزا مثلا شاید 90% مواد خوراکی رو همونجا میفروشن اینا اصلا به چشم نمیاد چون شما از صبح که میدید تا شب وقتی میتونی بیای بیرون خود به خود اینقدر فعالیت کنی اینقدر کشته میشی بیشتر به اندازه که شاید هزینه فرض کنی 15 روزته اونجا فقط هم خوراکی میخوری ایجاد کردن جذابیت هم خودش خیلی باید الان باید این من توی مشهد داره این دو شهر دار میدم فکر کنم این رو یکی از این نمیده تهران هم باید شروع شد و این فرمیسه از آلمان این نفر آلمان بشه انگار گلخونه ها سندگی های بتونی تولید میکنه اما با شنهای روشن و فرا دیدین جای منو شهر بشد من هفته قبل این آخرم دیدم گذاشتم یه عالمه انگار گلخونه گذاشته بود انگار این گلار یه بتونی که گلخونه یه بتونی بزرگ اما جنوب که اصلا فکر میکنی بتونی سنگ سنگ چوش دیمان چش تو مسئله دیگه بعد خود صاحب صاحب داده این میشه تکنولوژی جدید میشه مسئله ساخت چی؟ جدید این همه داری میفروشه این از همه فکر گرم که بتونه این قدر بفروشه حساب گرم گرم خیلی آن هم فرق به توی خیلی جاها حدود من داشتم میگم کنم جدد انگار قابل توی جدد داشت درست میکرد قابل توی جدد رو سیم LED اینگاه رد کرده بود بعد روش یک لایه بتونی بودش بود بعد وقتی میشه سیمش دقیقا زیر اون کابل کامل روشن بود این اصلا تو فرق بکنم پارکا رو اینجوری کنن یا پس بکنم پارکا رو کنم راه میدید زیر پاد روشن بشید یا زیر پاد برف تولید بشه اینا همیشه چیز جدید و اولش سخته دیگه چه ها شما من بیا این را بندازی زمان میبرد مثلا تو دیدم که بگم بوجود دو سه در فضاهاش همین کار روشنایی رو بهش کار داشت میتونم اینجوری شیده بودم نگار بتون نوده تولید کرده بودم نگاه توش سنسور اینا گذاشته بودن که قدم هم نور رو روشه
روز بگیره شب برگرده. اینا همین چیز رو به تکنولوژی جدید مساله ساخت و شاید اولاش خیلی سخته اما وقتی که تکنولوژی رو آموخته خیلی میتونه براتون کار باشه. و دیدم که اومده گفته مثل بعدی شکل سیما فلات اینا رو داشته که چیزی تولید میشد استفاده میشد. اما این حرف سرمایه گذاری خیلی میتونه کمک کنه به قیمت تولید اون ماده اولی هم به این خاطر تا سیمان ها میگم که بتونید سیمان ها رو ندارد متفاوت تولید بکنید فقط یک سیمان نباشه یا توی اینا کل مهندسین ما یه در آخر درده که ما رو تحصیل میشم خیلی فیلمان یه حفظه اینا خیلی بزرگشون داره که سیمان پنج تیپ داره دیگه کل سیمانی که من میدونم همین در فکر کردم توی دنیا بوده باشه تا بالای 49 سیمان رو میشه یعنی برای هر قسمتی که شما بخواهید استفاده کنید سیمان متفاوت میشه. این خیلی میتونه مفید باشه که صنعت آینده این هر چقدر هر دوست قسمت سیمان ها اسمایی چند بیدید؟ شما رو هم دفت کنید فقط چند خود سیمان باشه. اما رنگ میشه این سیمان و باعث میشه سیمان مصرفیتون کمتر بشه. کاربرد زیادی داره. فرض کنید توی صنعت بتولیدی حجیم لازمه که از این خودرانهای مصنوعی یا طبیعی استفاده کنید. چرا؟ چون اونجا سیمان مصرفی بالاییه و حرارت یه دو سیمان خیلی میره بالا و خیلی وقتا به طورتون میسوزه. در اونجا ها میتونید از این مسائل این باید استفاده کنید یا میگن بیتیم بدید بخرید یا از چی وارد کنید. اما عموما برای کار طبیعی هم شما میتونید استفاده کنید چون بودن 20-30% سیمانی که شما مصرف کنید وارد واکنش هیدراتاسیون نمیشید. به این خاطر میتونید از اون 20% رو بردارید باید مواد خودرانی توش توی جایگزین کنه. و بودم مثلا اگه پروژه هم هم قیمت پول سیمانش میشه 30% کمتر میشه. باید بودم مثلا 1 میلیون متر مکعب مثلا فرق این بتون ریزی داری 300 خودش جایگزین میشه. پول خیلی هنگفت میشه. این اصلا به چشم نمیاد. این اصلا یکی از پلری که میگن مساله ساخت مهمترین بخش مدیریت ساخته همه. شما چون که میرین مساله رو به عنوان جرس یا قبول میکنین در قسمت بعدی خیلی درده دستتون باز نیست. اگر سر کنید ورودی رو آزاد کنید ورودی رو خیلی متفاوت میشه. خیلی یعنی شما با هر سیمانی که استفاده کنید خروجی کلیت رو متفاوت کنید. ما هم مثلا فرقی به خیلی از کشورها سنگ نمیتن بکنند ما خیلی بکنند حالا شما به این ماه سنگ کنید سنگ کردن نما خوبه یا بده ریزش وجود دارد چی؟ نفوذ آب دارد آخر سنگ ها؟ کثیف شدن کسی که میشه و میتونیم اتفاق میزنید میخواد به خونه خودتون میزنید سنگ یاد اگه بودیش میشه اگر فرق کنه با به جای پول سنگ به جای پول سنگ باید بگم آقا شما همون پول رو بدین گفتم لباس ها رو بتونه لباس کنید اون نمای خونه رو
بهتری شد مثلا فقط بین من حالا یک بهتر بارم صندوق بهتر مراقب چند در میده برای اون نصف خواهش داشت؟ بودن بارای 500 تومن دارم پس گیر سنگشون دارم فقط بودن یک بهتر مراقب با دخامت بیستار رو نمات رو من به تو دیدم متری 500 تومن دارم شما کجور رو میخواهید؟ بتون هم میخواییم یا فکر سنگل میخواییم کش با دیم؟ من جا هایی خواهیم سنگل باشیم خب وقت جا بیم، اصلا فرمیم چه میشه با هم باشیم؟ اگر شما بگیم که آقا این بتونه تارپود منابود و با زلزله و اینجور چیزا خراب نمیشه بعدی در سالم اون سیمای اسکوپش پوسیده نمیشه که سنگ خودش رو بل کنه و اگر هم دردره چیزی بیار سنگ ها بل نمیشه جفته به سر مردم خود به خود مردم به پوچید به بردی صبح بده به سر پوچید به تو نجید این گفه چیزی صبح بیدا کنم که مثلا دست ماست ما یکی از بتونه که الان شاید خیلی معروف شده تا دیگه یه حس کنه کنن تا ده تا به خاطر این که از مقامت فامیل و خدا نبود استاندارد نمیگیره ما معروف استاندارد هم بوده حالا چند باقی هم استاندارد هم بود نداشته باشه ها اما همه داده اجرا میکنه باید که اون چیزی بدتر اینکه جا بیفته جا نفته مثل مختلف فهمیده اما واقعا خیلی از اوقات اون نگاه مهندسی و مدیریتیتون میتونه کار رو خیلی چاپ چاپ مهندس بسیار این واقعا خیلی بایدش چی دست توش در نیزم؟ خیلی پجرم آره سیمانه بودولانی همون سیمانه بود که گفتن بودولانه طبیعی و مصنوعی رو توش اضافه میکنن برای سیمانه به چونه چی؟ عجیب یه قسمت دیگه که وجود داره با اینکه اون بزولان ها میتونه بزولان آیوهای حرارتی هم باشه یعنی چون به این ماده واکنش نمیده و فقط بزولان پر کنندیه میتونه آیوه حرارتی بیشتری نسبت به چون اینکه کامل سیمان داره باشه بعد میتونه توی این آجرهای سیلیکان کلسیوم هم چی استفاده بشه اون شما دارم تا دیگر سیستم اومدن که با آهک و سیمان رو اینا هم باتی میکنن اما چیزی که مدن را قرار بدین آهک توی بتونی که مقامت و فشاری میخواین نباید بیش از استاندارد باشه اگر آهک سیمانتون زیاد باشه باید میشه که بتونتون آب که بهش میرسه متولد بشه و انگار منفجر بشه یعنی بپوکی اما توی مناطق عادی استفاده میکنم من دیگر چینی و اینا استفاده میکنم بیشتر فقط به عنوان خاطر خیلی چسبندگی نمیکنم اما میتونم فقط در معاملات شیمیایی چیزی بعد روش استفاده کنم و همه چیزی که خیلی مردم دنبالشون هستن قیمت رو میاره پایین بردون قیمته شاید برای کابون فولاد نیشابور یا همه سرباره کابون فولاد داره که افراد محیط دیفسی اصلا سمیه آره من چی گفتم واقعا سمیه بزن بس نگه از تنفسی عذیت بکنم اینا واقعا که خوبه که بیان توی این بتون و اینا به یک طریقی دفنش کنن محصولش کنن خیلی آزاد نباشه که باعث تنفسی مشکل ایجاده بعد از اینکه سیمانا رو گفتیم نکته که وجود داره اینه که ما باید میتونیم خواص این سیمانا رو خواص کاربردیش رو میتونیم با هم مقایسه کنیم و بهبود ببخشیم خواصی که خیلی برامون مهمه اول نرمیاشه بعد اتکلاباشه هم انقباض هم انقباض
گیرش اولی و نهایی با من نکنه اطلاعات اولیه یه شاید خیلی تأثیر روی مقاومت نداشته باشه. اما این دوتا روی این تأثیر بود. و اگر دقت کنید اینجا رو توی دیگه گذاشته در بهترین حالت چند؟ 300 واحد حالا اون که من بگم سیمال های مختلف این میشه چند میتونه باشه؟ گفتم سیمال های جدید 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا 9 تا 10 اینو بعد از دیوان دارم. اما تو ایران حالا چه دیگه مدنم دارم با خواهی ما هم تولیس میکنن ها با بومبت تولیس میکنن. اما چون ما رو بزن خیلی دسترسیش فهم با هر میزگاه خیلی درگردن نیستیم هم دنبال سیستد میشه و هم توی قسمت سیمان فقط میاییم عیال رو میگیبریم بالا چون تنرادی بتونه آماده همون دست یکی افراد تحصیل کرده نیستن بیشتر تجربی انجام دارن واقعا توی وقتا تجربی تنها کار رو را نمیسته تحصیل کرده تنها هم کار رو را چرا که محدود شدن این دوتا واقعا میتونه کار رو خیلی جانش رو کنید. علاوه بر اون عوامل فیزیکی گفتیم هر دیتا تصویر رو هم کنید. هر دیتا تصویر گفتن کجا خیلی کار بوده؟ بتونه حجیم. کجا بتونه حجیم؟ حوادش خیلی بیاد میشه میسوده. خاطر اون حواده که تو چه خیلی کنید؟ اگر اونم بخواد اگه حالا اون نفتوده چیه اضافه میکنم؟ خوزولم این اندستات ها مهمه اندستات ها کجا کابل داده؟ برای سرکسازی ها برای انرژی اتمی اندستات ها کجا کابل داده؟ این وقت مثلا توی بتون تون بخواه واحد شکل میگن بیاد باشه بعد 10 سال اون ذرات آهک شکفته میشه و باعث میشه که یک سری تنش های مویدنگی توی بتون ایجاد میشه ساده هم کنجه هر دون تونه ایتریم در اونها ایجاد میشه با آن بودن به این خاطر قبل دفعیدی در یک سر سیمانی استفاده کنید توی کانادا 10 سال قبل از اینکه بخواهم استفاده کنند میدن همه این آزمایش ها برای اون سیمان خاص انجام بزن بعد از اون سیمان توی سرسولیش رو استفاده میکنند این خیلی بیدید و سه آزمایش به شما داریم و واقعا انرژی کرده بعد از اون سی مانده سی مانده یعنی سنگ آهکی تیزا سوال میشه که از اون در میاد و توی مفتر میشه از تو جای خیلی حرفه ای نیست میتونه توی ساخت و ساز مقاومتی پیدا نمیتونه استفاده بشه باز اونم خواستش رو باز بسید به اون مقایسه گذاشته که فکر کنم باید این مقاومت جای کنید و بیشتر بود بشه این یکی بود شده؟ ها؟ قبول با؟ یکی بود یه شبکیه؟ ها؟ یکی خب این دو بار گذاشتیم خب این کاش رفتی که ما به درست کرد فکر نمی کرد ما به این جدا دیاد نگاه کنیم که گیر بدیم و باید هم باید من سعی بکنه که آره رعایت کنیم که گاه به این چوری تحتیم بعد همون سیمان های سرباله با ما رو کارتون های فولاد و اینها دیگه میشه گفت اینه حضورمه مصنوعی بیشتر و باز اونا هم میتونید از این استفاده کنید که باید از اون تر در میاد و باعث خواهش آلودگی محیط زیست هم خواهد بشه که خیلی خواست هم فرقی نخواهد کرد خواست این فرقی نخواهد کرد خواست این فرقی نخواهد کرد اونجا نخوشه بودم این اگر باشه سرم یکی شو بذارم چیز نگام کنم خیلی با جدیت نگام کنم اینا مقصد هم نبودم خیلی ایران نگیرید یک سیمان دیگه که
دیگه تولید میشه به نام هیدروفوبیک ها؟ هیدروفوبیک. بعد بیشتر گفته دیگه غیر قابل نفوذ میکنه و میتونه توی نخه ها استفاده بشه، میتونه جایی که فرد آب بند باشه استفاده کنیم، جایی که خوردگی دارید، حملات شیمیایی دارید. دو سیمان های جدید کار کردن چون گاف و فاصله بین عمران و شیمیه خیلی میتونه مفید واقع بشه. هرچی به توی تو مفاله تنوع ایجاد کنیم تو کار خیلی میتونید دستتون بازتر شد. باز کلینکراش اومده توضیح داده که سایدش چطوریه، بعد داخل خروس چیه، میدان دافه بودن آبش چقدره، بعد چقدره میتونه روانساز باشه. بعد از سیمانه که دو چیم بود، سیمانه چاه هم خودش خیلی جای کار داره و جای فکری داره. چون آن دوله فانه عمرانی خیلی نیست، داره که شیمی نفت و اینا میگن عمرانی ها، عمرانی ها میگن شیمی نفت و اینا. بذار که واقعا شاید جز به کارهای ما حساب بشه. اما خب ما دیگه اینقدر دنبال ساخت و ساز و پولهای روتین سرگردان میچرخید به این قسمت ها دیدید. این هم اقدامات سیمانا از مقامل چهلی نمیستاده. خب بعد از اون سیمانا، سیمانا ژئوپلیمریه. باز گفته مقامتاش تا 70 میگاپاسکال میتونه باشه، 70 تا 100 میگاپاسکال. واقعا 70 تا 100 میگاپاسکال برای کلوجای ما واقعا یک تکنولوژی جدید. دیدی اگه شما بتونید به خود ساختمونا یا کلوجا رو ببرید 60-70 میگاپاسکال، مثلا واقعا شاید یک انقلابی در ساخت سال میشه. این نفر قابل مقایسه نخواهد. بارا به طور اینکه تولید میکنه 30 میگاپاسکال در بهتری مقایسه، اگر در 20 میگاپاسکال باشه که واقعا 99% سی کارشناسی در تکنولوژی به تو واقعا اصلا خارجه، واقعا خارجه. این اصلا یک دست دوباره بهش کنید زود پاس بشه، از دستش باید بشه دیگه هم در کنید بشه نه درسته نه اصلا. شاید وجدانن به حق تا آخر عمرتون نمیتونید از این مطلب فرار کنید. هر کاری که میتونید چشم پوشی میکنید فرار به طور باید آماده میخرید بیدش کنید دفتش کنید. بعد هر کاری میکنی از این بتونه اون چیزی که میخواید به دست نمیدن، چون که کسی اونو تولید کرده واقعا خیلی توی این مبحث کار نکرده. واقعا کمتر کارگاه‌های بتون سازی رو داریم که دست شاید دکترهای بتون ها بود. ولی شاید اگه واقعا متخصصین بتون برن بتون تولید کنن واقعا شاید به یک انقلابی توی کل کلوجه هامون ایجاد بشه. باز چون که این طرف بودن این میخواد هزینه تولید بره بالا کم پیش کنه، شاید مثلا باشه به ساختمان عادی با پس‌تولیده ها یا پیش‌تولیده ها خیلی معلوماتی برشون فرقی نکنه، کمتر خونه ای شده شما بسازید و بخواید بفروشید طرف قبل دیگه بخره یا دو ساختمون راه بره بگیری که آن بکنه وقتی راه میره یا میکنه سخت زیری صدا میکنه یا نه، یا نمیدونم حالا تا بگیری که ساختمون ساخته حالا خونه جدید مثلا بگیرید 10 میلیون میسازن 10 به 12
اگر یک فروشنده به دیگاه من خونه رو 20 میلیون هزینه کردم خودمون خودم چه کار کرد نگم؟ یه وقت خودمون نیمچنین کار کنیم بیدی اگر مثلا خواهد کنیم دانشوی از دانشگاه دیگه بیاد از دانشوی دانشگاه با خودتا با تکنولوژی بتون چقدر دیگه شما اینقدر میدانید و اینقدر حتی استاد شاهی یکی از دو مورده کاری نداره که باور بگه تمام این دانشگاه سبزه بار میگیرن یک کپ به ازارش میرسن میگن یاد داریم دیگه تکنولوژی به تو چیه؟ یاد داریم استادش کیه؟ یعنی یک دانشگاه داشتن بگیم یک تر نفتیم یک دانشگاه خوب تکرار بعد در فرسون مقررات کار با من داشت بعد فرازه هم من اگه خیلی بالایی نگرفت بعد اونجا بزنیم به اونجا مسخرش کرده بعد باید بزنیم چه گردیه مثلا یا سی صفحه جزوه رو نتونه سینام رو یکنده بگه گرفتم زده بشون تو خواب کن بعد فرسون که چرا؟ بعد موندیم مثلا کشتش این استاده این در خواب کن یعنی دقیقا من اون درد کنه که بگیرم درستم درد به اصول مقرد پیمانه عرشد بهش رو درست و واقعا وقتا انرژی رو داشته بودم شاید دانشجوی من سر بیتون شاید بیشتر این وقتا انرژی که سر چل واحدشون میزنم بیتون بیشتر یعنی واقعا وقت بذاریم بعد آخرم شاکیه بده که ما این همه نسبت به بقیه وقت گذاشتیم چرا نشد؟ ما واقعا پایین بودیم باور کنیم خیلی بدن کار کنیم یعنی هر چی آینده وجود داره سر همین بتونه سر همین تیمانه یعنی این همه من خوشت اینجا خود بیرات میگم کافه نه میگم مردم یه عالم زحمت میکشن کار میکنن و درآمد دارن و با خونه جگر خانم ها ظرف ده دقیقه همه مالا اموالا و همه رو باید جمع شما کنن واقعا این چسبه خیلی مهمه یعنی شما یک ساختمون با بزرگی عظمت میسازی اگر اون چسب بین این ضرباتش خوب نباشه یعنی همه شبکیه ها اگر زمان گیرش رو رعایت نکنی گیرتر بکنه تو بریزی اصلا اون چسبه دیده ایجاد نمیشه من جالب که اصلا نمیفهمی چسبه ایجاد شده یا نشده تا اینکه مگه واقعا زلزله بیاد و خراب بشه این هم از صبح اومده تمام فریز سیما رو گفته اون چه باید میشه نقشت بگیم که یه قصد قصد نقشت